خبری دیدم که این خبر جالبی بودش، یعنی جالب که از یه طرف دیدم که خب چند وقت یا چند سال گذشته من با یه ایده یه برنامه تلویزیونی اومدم جلو. یعنی ایده مال شما بود؟ بله، یه چنین برنامه‌های تلویزیونی مختلف رو نگاه می‌کردم و از این خسته می‌شدم. یادم میاد سال‌ها پیش زمانی که در تنین با دکتر هلاکویی برنامه رازها و نیازها رو برگزار می‌شدش و شهرروز و جلوی دوربین مصاحبه می‌کرد با دکتر هلاکویی عزیز. بعد تلویزیون مختلف، حتی خود ما با خانم افسانه سیغزاده، تلویزیون های دیگه با مختلف، زمانی آجدا سایان با من خود یه برنامه رو با هم دیگه اجرا میکردیم، ولی از این مسئله من زیاد دل خوشی نداشتم. یعنی میدیدم یه چیز تکراریه. و زمانی که صحبت سر یه برنامه شد، من فکر کردم که تنها برنامه که میتونه یه خود متفاوت باشه یه برنامه باشه که اسمش رو انتخاب کردم به نام تاچ، که بیام این برنامه تاچ رو به وجود بیارم. و در اون زمان از چند روانشناس مختلف یا روانپزشک مختلف دعوت کنیم بیان بگیرم بشینم هر کدوم جداگانه ازشون 10 تا 15 تا سوال بگیریم، بدون اینکه بهشون بگیم از روانشناس دیگه میخوایم سوال کنیم، چون در اون زمان اینا از این کارا نمی‌کردن. هر کسی نمیاد بگه آقا من نظرم بدم و یکم نظرم بده، و بعدم چون نظرشون با هم دیگه فرق میکنه، اینا با هم دیگه یه کتاب خوندن، مثل این نیست که آقا من کلیم درد بکنه سری طرف بگه آقا کلیت درد بکنه به خاطر اینه. وقتی روانشناسا با هم دیگه صحبت میکنن، این کانتریدیکت کردن خودش یه سوال پیش میاد که آقا اینا اگر همشون یه فضا رو خوندن به چه صورتیه. برای همین این نظر خوبی بود واسه من که بیایم و این آدم ها رو به این صورت انجام بدیم، یه برنامه برای روانشناسا، یه برنامه برای پزشکان، درست همین مثلا برای پزشکان باشه که آقا کسی که کلیهش درد میکنه چه چیزی داره، مثلا حالا درباره کلیه صحبت کردیم. برنامه پزشکی رو گذاشتم تو بک برنر، یعنی گذاشتمش عقب تا بعدن درست بکنیم. برنامه تاچ رو من از خانم زهرا سروش دعوت کردم و ایشون گفتم که شما که دوست دارید، ایشون دوست داشتن یه برنامه داشته باشن که در رابطه با روانشناسی نباشه، این پیشنهاد رو من به ایشون دادم و این برنامه رو شروع کردیم به ضبط کردن و دعوت از روانشناس های مختلف. این برنامه تعداد حدود 50 یا 60 تا، اگه مطمئن نیستم الان، قسمت مختلف ضبط شدهش با سوژه‌های مختلف. و خب رفته رفته تو فیلم برداری جا افتاد، تو کار جا افتاد، و در شروع داستان که گاهی وقتا خود، یعنی بیشتر من با خود خانم سروش می اومدن پشت دوربین و این سوالا رو میکردن، چون ایشون به عنوان مجری بودن که اول برنامه و آخر برنامه رو چیکارن، و اون سوالا رو دارم میادش که 17 سوال اول رو که چه چیزایی رو میخوایم بپرسیم، اون 17 سوال رو من مطرح کردم. جالبه برای شما، تا جایی که یه دفعه خبردار شدم که دوست عزیزمون خانم سروش در یه تلویزیون دیگه رفتن قراردادی بستن بابت اینکه این برنامه یا شکل این برنامه جایی بره، اونم به این صورت بودش که خانم دکتر محمودی رو من دیدم و بهشون گفتم که چه صورتی هست، چی بوده، شما همچین کاری بوده؟ گفتن که نه، به من گفتن که استودیوتون عوض شده یا شما دارید یه چیز دیگه استودیو ضبط میکنین، بیاین حالا یه سری برنامه جدید بگیریم. ما هم خبر نداشتیم و حالا هر چیزی، اینا خانم زینی یه جور دیگه صحبت کردن، هر کدوم اینها اونم مهم نیستش. من به خود
زهرای عزیز گفتم که این برنامه یادتون باشه اینجوری ایشونم قبول کردن، خودن راست بگید این برنامه ایده شما بوده و درست و اینا و ما رابطمون انقدر نزدیک بوده و دوستیمون انقدر نزدیکه که فکر نمی‌کنم به خاطر یه همچین برنامه‌ای بخواست به هم بخوره یا ناراحتی بهش بیادش. چرا وقتی که برنامه بوده که کپی رایت من بوده و بعدنم برای شبکه این کپی رایت شده، این مسئله ادامه داشتش و از روز اول پرودوسر برنامه من بودم تا روز آخرم پرودوسر برنامه من بودم، هنوزم برنامه های دیگرش هستش. بعد من خبر داشتم که در یه شبکه دیگه که اسمش جم، اسمش جم هستش، اینو اومدم و ایشون ساگرم زهرا که گفتم زهرا گفت آخه اینا به من پیشنهاد مالی کردن از این حرفا و اینا و الان بعد دادم فکر خودش باشه و فکر مسئله خودش باشه و بعد همینم اینا چون به من این پیشنهاد کردن من میخوام برم و مبلغی که پیشنهاد کردن از این حرفا این کار رو انجام بدم. خب شما خیلی خوبه، فقط این نوع برنامه چون ساخته و پرداخته من بوده دوست دارم که این جای دیگه نباشه و جایی نره. ایشون هم گفتن باش و اینا تا اینکه دیدم توی فیسبوک و جای مختلف داره این تبلیغ میشه و بعد دیدم یه جایی مثل که مصاحبه شده یا صحبت شده با خانم سروش عزیز و باز دوباره ایشون هم گفته که آره این شکل و این برنامه به این شکل بیده. یه وقت واسه هم سوال برانگیز بود، یه مقداری برام این ناراحت کننده بودش که این بسار اتفاق افتاد. بای بای این آره تونیه خب. اسمش من سوالم اینه که خب شما سوالی که شده حرفی که شده رو فیسبوک چی بوده؟ سوال این بودش که برنامه تاچ داره میشه و زهرا سروش و با روانشناسا و از این حرفا، اینجا یه مقداری مسئله رو ناراحت کننده میکنه واسه من که میدونی من فکر کنم که با نزدیکی هایی که آدم داره با دوستی هایی که داره این قشنگ نیستش که من که دوست شما هستم به یه شکل و فرمی این هیچ وقت با خودم این اجازه رو نمیدم که از تو کیف شما چیزی رو بردارم یا چیزی که شما پرداختید و ساختید یا درست کردید رو بخوام برم بردارم. این مسئله اوله. مسئله دومی که برای من پیش میاد و یه مقداری مسئله میشه، من از آخه این تلویزیون ها مثلا همین این تلویزیون این مدیرش خیلی احساس اینو میکنه که خب ماها خیلی فرق میکنیم و ماها اینجوری هستیم، بعد نشون میده که شما پرسایت میدونین چیه؟ نه. پرسایت یه حیوان ماهی های هستن، یه حیوان هستن که دنبال نهنگ ها کوسه ها این حیوانات میرن، این غذایی که اونا میخورن اونایی که دیگه تف میکنن بیرون یا این چیزا اونا میخورنش. نقش این شبکه هم درست همون حالت پرسایت رو داره اجرا میکنه، یعنی یه طرحی یا ایده رو طرف ور میداره و میخواد اینو به یه شکل و فرمی اینو به گفته تو همون فضا فارسیش نمیشه پرسایت، فارسیش چی میگن آی شاید انگله من نمیدونم اونا، ولی به هر صورت این کار درست همون کاری پرسایته. حالا طرف مثلا تا دیروز نمیدونسته مثلا حالا چه بدم زنیا چیه چون امیر قاسمی میبوشه حالا بره بپوشه، من این اشکال نداره اونا رو من میتونم قبول کنم، یا مثلا آدم هایی که اینجوری هستن یا اگه مشکل دارن برن این سریال یارو میخواد ورداره بره اون سریال بگیره این کار میخواد اون کاره، این قشنگ نیستش. خب. به نظر من شما یه جایی میرسه که اینایی که جست اینو میان که آقا ما خودمون میتونیم، به نظر من نباید چیچیای دیگران رو دوباره یه چیزی هستش اون کار نباید انجام بدن و این قشنگ نیست. حالا چه کسی که میخواد یه برنامه رو اجرا بکنه، چه کسی که میخواد یه تلویزیونی که جست اینو بیادش که نه ما اینو میخواد انجام بدیم، اونجا واسه من سوال به وجود میاد و تأسف به وجود میادش که چرا اشخاص خودشون از خودشون نمیتونن به هیچ شکل و فرمی، یعنی علیرضا امیرقاسمی تا امروز نیومده کسی رو کپی کنه، تا امروز نتونسته کسی بیاد بگه آقا کسی کپی کرده. اگر برنامه آنکات بوده از برنامه آنکات
نمیخوام هم بر خود ستایی باشه، از برنامه آنکا در نوع مختلفش چه در داخل کشور چه خارج کشور ساخته شد، ولی من نیومدم همکار دیگه رو کپی کنم یا شبکه دیگه رو بخوام. خب علی جان این به نظر من اشکال نداره که کسی کارش خوبه، مسلما بقیه میان ازش کپی میکنن، کپی همیشه بوده، از لانگ از اینکه همون حالت پرسایت رو درشون نبینه آدم. خب بالاخره و... شما میبینی، اما من سوالم اینه که آیا در فیسبوک آیا شما مطمئنید که، یعنی من ببینین فیسبوک الان طوری شده که خیلی ها از زبان کسی دیگه خود... حرف میزنن. آره اون بعد دوست دیگه که از طرفداران بنده هستش یه چیز دیگه ازش خوندم، اونم خوندم نوشته بود یک خبر بعد که زهرا سروش از مثلا شبکه تی آی رفته، و این به نظر من خبر بدی نیست، این خبر خوبیه. چرا؟ بخاطر که برای زهرا خوبه، چون داره میره یه جایی که یه مبلغی دریافت کنه که تلویزیونایی که تو لس آنجلس هستن از این مبلغ پرداخت نمی کنن. این یک. دوم این که یعنی یه موقعیت براش پیش اومده. دوم این که یه خبر خوبه واسه یه شبکه. چرا؟ بخاطر که به نظر من علیرضا امیرقاسمی، ویدا هروی و بقیه حسین مجید، حمید رضا لواسانی، میکابیز مهاجر، شاهین جامعی، همه این مهران توکلی، نادر رفیعی، همه ماها یه زمان داریم. دوره امروز دوره یک سن جدیدیه، یه سن تازه است که اینا بیان و این کار رو انجام بدن. ماها هستیم چون یه چیزی داریم برای گفتن. ولی توجه به این داشته باشید، اگر شبکه تی آی داره جوانگرایی میکنه، این یه خبر خوبه واسه این شهر. وقتی داریم میبینیم آقا قراره که فیلم جورج کلونی شنبه یک شنبه مردم برن برای آدیشن و کسی که داره کستین دایرکتوره میگه آقا سرم دود کشید انقدر که تلفن من گرفتم و انقدر استقبال زیاده واسه که میخوان بیان ملت تو فیلم جورج کلونی که درباره ایران هستش بازی کنن و شرکت کنن، این جذابیت نشون میده آقا درا رو باز کنید، این نسل جوان الان بیاد دیگه تو بازی، الان باید دنبال اون باشیم که باشه. خانم سروش وظیفه خودش رو، نقش خودش رو خوب اجرا کرده تا امروز. امروز دنبال روی این حرکت یا این داستان باید کسی دیگه باشه، باید یه جوان دیگه باشه. و خب خوشحالی هم این هستش که بالاخره جاهای دیگه هم هستش که برای دوران بازنشستگی ما به ما پیشنهاد مالی بدن ما بریم توش کار کنیم. چرا که نه؟ چه اشکالی داری؟ البته جیبشون واسه من شخصا هنوز انقدر دیپ و عمیق نیست که منو بتونن ببرن، ولی امیدوارم برای کسی دیگه باشه. انشالله که همیشه لبتون لبخند باشه، سلامت باشید، خوش باشید. یادتون نره 10 سپتامبر کنسرت دایوش و فرامرز اصلانی، از حالا برید تیکتاتون بگیرید که پشت در نمونید. دوران بربیری هم تموم شد، ارمن هیل دو زنی هم. خدا نگهدار.